با سلسله برنامه‌های ویژه انتخاباتی و پوشش لحظه به لحظه انتشار نتایج ابتدایی ریاست جمهوری از تلویزیون یک دوباره خوش آمدید. قرار است تا لحظات دیگر کمیسیون مستقل انتخابات طبق وعده که کردن نتیجه ابتدایی ریاست جمهوری را اعلام کنه که 80 نزدیک به 83% در قسمت سوم اعلام کرد که امروز 100% به گونه ابتدایی اعلام میکنند. شما میتونید اگر نظریات و پیشنهادات داشته باشین به فیسبوک وان تی وی دیدگاهتون را بگذارید و اگر علاقمند باشین بر بحثی که در تالار بزرگ تلویزیون یک در ریاست معارف و سرمیاشت که برگزار میشه ساعت 6 به گونه زنده همچنان شرکت کنین. برای بحث بیشتر در این میز در استودیو آقای محمد نعیم ایوب زاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان و همچنان خانم بانو صفیه صدیقی معاون هدایت امین ارسلا یکی از نامزدان ریاست جمهوری با ما هستند. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدید. خانم صدیقی اجازه بدید از اینجا آغاز کنیم. دیدگاه ستاد شما نسبت به پروسه برگزاری انتخابات مشخصا کوتاه اگر بفهمید چی است و زمزمه های وجود دارد که انتخابات به دور دوم خواهد رفت یا نرفت، موقف شما در این قسمت چی است که به خصوص چقدر به خیر و سلام میبینید که اگر انتخابات به دور دو بره، موقفتون چی چیز است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو اجازه را که چه د یک در تلویزیون لاره د افغانستان ټول خلکو ته د یوخ انتخابات د دیموکراسي په لور د یو ګام د اخیستلو مبارکي وایم او زما سلامونه او احترامات هم تاسو جناب معترف صاحب او هم جناب ایوب زاده صاحب او ټول تخنیکي همکاران ومني. تر هغې وروسته موږ تاسو ټول په دې باندې پوهیږو چې د افغانستان د خلکو دپاره دا یو داسې پروسه ده چې د لومړي ځل دپاره د افغانستان د ارګ نه که خدای غوښتي یو سړی سلامت وزي د هغې ځای نه، دا ډېره مهمه خبره ده چې یعنی اوسه پورې پاچا صحیح سلامت نه ده وتی د هغې ځای نه، ټولو سرونه خوړلي، بیا پس د هغې نه مړي د هغې ځای نه وتلي دي. یعنی د اول ځل دپاره دا د افغانستان خلکو ته باید مبارکي ورکو او د افغانستان جمهور رئیس جناب حامد کرزي ته چې دای په خیر د هغه د دې ارګ نه وزي. او دوهمه خبره دا ده چې زه من حیث د یو چا چې د جناب ارسلا صاحب دوهمه معاونه یم او د افغانستان په قضایاو کې په تېرو 13 کلو کې یادیم، زه د افغانستان ټولو دغه اته کسانو ته د زړه له کومې مبارکي وایم چې یوه مبارزه یې پیل کړه. په مبارزه کې د ځان نه ثبات وښوده، د ځان نه میړانه وښودله، د افغانستان خلکو ته یې ځان ورسوه په ټولو کلو او بانډو کې تر څو خلک په دې باندې قانع شي چې باید رایه ورکړي. د دغه رایه ورکولو دپاره زه فکر کوم چې دغه کوم کمپاینی پروګرامونه چې جوړ شوي وو سره د دې چې ډېر قیمته وو، سره د دې چې ډېر ګرانو، پرون یوه محاسبه که صورت گرفته، یک رای بر مردم افغانستان $10,050 تمام شده، یک رای $10,050 تمام شده که قیمتی ترین انتخابات در سطح جهان است. ولی چیزی که مهم است اوی است که انتخابات صورت گرفت، چیزی که مهم است ایست که بالاخره دو نفر الحمدلله در راوند امیال خود به اصطلاح در تاپ برآمدند. ولی چیزی که ما و شما میبینیم یا میشنویم یا احساس میکنیم اوتومالو میشه که انتخابات به دور دو میره. اول من حیث یک زن، من حیث یک مادر آرزوی می بود که این انتخابات به دمی دوره اول باید خاتمه میپذیرفت. هر کس که کامیاب شده بود باید برش تبریک میگفتیم، ولی اگه به دور دو میره شاید مشکلات خود داشته باشه. آقای ایوب زاده، خانم صدیقی اشاره کردن که احتمالش میره و حد میزنن که انتخابات به دور دو میره. آیا فکر میکنید که انتخابات به دور دو طبیعتا میره یا به دور دو کشانده میشه؟ دیدگاه شما چی است؟ بسیار تشکر. سلام خدمت شما مهمان گرامی و همچنان بینندگان عزیزی که ما را تماشا میکنن. تراوت بعد در و دور رفتن انتخابات نیاز است که قبل از اینکه ما به در و دور بریم و به مرحله فعلی صحبت کنیم، فعلا در چه مرحله قرار داریم و چه نوع بستر میتونه انتخابات به در و دور بکشانه و رفتن به در و دور به چه نوع آمادگی لازم نیاز داره. تا زمانی که کمیسیون های محترم دو وظیفه بزرگ در مرحله فعلی انجام نده، رفتن انتخابات به در دو نمیتونه به نفع انتخابات و به صلاح انتخابات و به نفع کشور باشه. اول این که جزئیاتی که نیاز است کمیسیون مستقل انتخابات باید به ملت به همه تهیه کنه که دلیلی که چرا به انتخابات به در دو میره یا نمیره چی خواهد بود. بحث آرا است، تعداد اشتراک کنندگان در روز انتخابات، کسایی که واجد شرایط بودن رای دادن، تعداد آرای سیاه سفید باید مشخص شود
به شکایت باید رسیدگی صورت بگیره و جزئیات ازیرا به تمام ملت این کمیسیون مربوطه باید خب بر بنیاد قانون مسلمان وقتی 50 جمع یک هیچ کس پورا نکنه خب میره انتخابات به دور دوم. آقای ایدوده شما اشاره کردین که به نفع افغانستان نیست رفتن اجازه به دور دوم، اجازه بدید این قضیه شما اون طرف سوال اون طرف سوال شما بهش اشاره میکنین عقب سوال میرین بین به اصل سوال بپردازیم. هدفی است که ما جزئیات کامل و منطق کامل بر رفتن به دور دوم انتخابات داشته باشیم و مردم قانع بسازیم. اگر مردم قناعت نکرد، اگر معلوماتی که ما تهیه میکنیم مردم بهش باور نداشت، خیلی دشوار خواهد بود که ما بتونیم به دور دوم بریم و شاهد مشارکت بالای مردم در پروسه دور دوم انتخابات باشیم. دو کار بزرگ که کمیسیون‌ها باید انجام بدن تا اینکه ما اگر قرار باشه به دور دوم بریم شاید یک انتخابات موفق دیگه باشه. یک، تفکیک آرای سیاسی توسط کمیسیون مستقل انتخابات که باید تفکیک شود قبل از اینکه ما به نتیجه نهایی میرسیم، شناسایی شود و این مسئله تا جایی که خودشان تعهد کردن باید روشن شود. دو، تمام شکایتی که کمیسیون محترم سم شکایت افغانستان ادا کرد که اونا بعد سوردیم باید به تمامش بررسی صورت بگیره، مخصوصا به شکایتی که مستند. حالا با توجه به این زمانی که مشخص است مطابق با قانون تا 24 ساعت فرصت کافی نیست تا این موضوع سیاه و سفید آرام مشخص شود. خب فکر میکنم اگر تلاش صورت بگیره، مدیریت واحد حاکم باشه در اوجا، اختلاف نظر کمتر شود در داخل ساختارها. آقای ایدوده، عمدترین نگرانی که فیفا را تیفا را نگران ساخته با پوزش چه چیز میتونه از رفتن انتخابات به دور دوم باشه؟ خب شکایت اگر بهش بررسی صورت بگیره، هم عین بی‌طرفانه برخورد صورت بگیره، مسلکی باشن اینا در کارهای خود، فشارهای سیاسی باعث نشه که بالاخره نتیجه تغییر کنه، اگر صادقانه برخورد صورت بگیره با مسائل مربوط به انتخابات در داخل کمیسیون ها، اینا باور داشته باشین که ما شاید یک پاسخ بسیار دقیق و مطلوبی میتونیم برای ملت خود و برای نهادهای دست اندرکار باشه. سپاسگزارم خانم صدیقی. اما طور که شما پیشتر اشاره کردین که مردم با شور و شف خیلی ویژه پای صندوق‌های رای رفتن و در روز انتخابات 16 عمل رای دادن و حالا که شما اشاره کردید میان دو نامزد مشخص بلندترین آرا را گرفتن، می‌خوایم بپرسیم که موقف نامزدان دیگر اینجا چی چیز شده میتونه و شما چقدر می‌خواید در دور دوم استقبال کنین و موضوع دوم این که مشخصا پروسی که تا حالا از موضوع شمارش و ابطال آرا است و همچنان نامزدان دیگر اعتراض کردن، دیدگاه شما چی است؟ خب اول میام در قسمت ابطال آرا و پروسی که شمارش آرا صورت گرفته که البته تا حد در آدمایی که تقلب کردن معلوم دار است، کسایی که تقلب کردن رای بیشتر گرفتن و در اینجا شک نیست که خود انتخابات، یعنی به نظر ما امیت که داد کسایی که پول مصرف کردن اینا به این معتقد نبودن که مردم افغانستان بیرون میشن و رای میدن. حالا هر کی رای بلند گرفته تقلب کردن فکر میکنه؟ در اینجا شک نیست که تقلب هم صورت گرفته. فکر نمیکنین که این تقلب رو ما کردیم؟ آقای سلطانزوی کرده؟ مشارکت گسترده مردم از زیر پرسش قرار بده؟ من بر شما یک چیز میگم که اینا تو فکر نمیکردن که حتما مردم بیرون ببرن. کی فکر نمیکرد نامزدان؟ امی تمام کسایی که نامزد بودن، بله. اینا فکر میکردن که شاید مردم نیاین از او خاطر یا یعنی تقلب بسیار مهندسی شده. خانم صدیقی، نامزدان برنامه داشتن و دو ماه کارزارهای انتخاباتی مشخص شد که مردم علاقمند هستن به فرایند انتخابات و پای تقلب کی کرد؟ خب دیدگاه شما چی است؟ واقعا تقلب به حدی بوده که اینا در صدر فهرست قرار گرفتن؟ من بر شما یک چیز میگم که تقلب اینقدر بوده که از هرات امروز یک کسی بر من تلفن کرد از یک مکتب، گفت که ما وقتی به رفتیم در جایی که رای میدادیم برای ما گفتن که رای بر کی میتین، گفتیم که سریست ما برای هر کسی که میتین، گفتن اینا میجا باید بگوین اگر بر احمد رای میتین این کارتاس بگیرین، اگر این کارتا کم است ما این رو برازون نگاه کردیم ما نمیتونیم ببخشیم. یعنی اتایی حدا که آدم دیده درا باشه فکر میکنین که این تقلب نیست چی باید باشه؟ خیلی خوب، حالا اگر از این زاویه پرداخته شود گسترش مشارکت مردم در پای انتخابات، پای صندوق های انتخابات وقتی رفتن، فکر نمیگیرین که نتیجه و برای آینده انتخابات همین باشه که نامزدان بالاخره در فرست یک تعداد قرار بگیره؟ آقای معترف، امی که میگن که برگه های رای دهی نیست،
کم است. ساعت 10، ساعت 11، ساعت 2 بجه. شما چی فکر میکنین که چی معنا میده؟ به خاطر از اینکه اینا قبل از وقت وقتی در صندوق رای انداخته بودن، مردم اومدن، این تصور نمیکردن که مردم میآیند. وقتی مردم اومدن رای برشان باقی نمانده بود. و یا اینکه نمیخواستن اون کسایی که در اون محل برای کس کاندید مورد نظر از اینا رای نمیدند، اینا برگار توزیع نکردن. و دیگه شب گذشتهش، یعنی یک شب قبل رای داده شده بود، این ما شما میفهمیم که تمام دیفسیا، تمام کارکنان که ترین شده بودن دو سه سال برای اینکه باید اینا میتونی یک حالت به وجود بیارن ازش استفاده کنن، ولی چیزی را که امی کاندیدا اصلا تصور نمیکردن اینمی بود که مردم به یک علاقمندی برآمدن و رای دادن. سپاسگزارم آقای ایوب زاده. شما شنیدین که خانم صدیقی اشاره کردن که تصور نمیرفت که مردم بیشتر پای صندوقهای رای برن و رای بدن، و گفتن که برگهای رای دی همچنان زود تمام شد، و همچنان فکر میکنین که برنامه ریزی واقعا چگونه بود که واقعا چقدر صدق میکنه با فرمایش های خانم صدیقی؟ شما به عنوان نهاد نظارتی حرف های خانم صدیقی رو چقدر تایید میکنین؟ خب قبل از روز انتخابات نگرانی های وجود داشت در مورد مشارکت مردم، در مورد امنیت انتخابات، در مورد حضور گسترده ناظرین، در مورد مشارکت زنا. بدون شک قبل از انتخابات یا روز انتخابات این نگرانی ها در اسهان همه و در تمام ساختار وجود داشته، و هیچ کس تصور نمیکرد که ما شاید میزان مشارکت بالای مردم به ویژه زنا در پروسه انتخابات باشیم. این یک پاسخ این خلاف توقعاتی که مردم داشت، خلاف برداشتی که مردم داشت و مسئولین در دست داشتن، ما شاید مشارکت و انتخابات روز انتخابات بودیم. ولی بس اصلی است که در انتخابات تقلب صورت گرفته و هیچ انتخابات بدون تقلب نمی باشه. حتی در کشوری که سالهای بیشتر میشه دموکراسی را تجربه کرده و میکنه تقلب صورت گرفته. ولی بس اصلی است که چگونه به تقلب ها رسیدگی صورت بگیره. تفکیک شه، شناسایی شه، چند نوع تقلب صورت گرفته. ما گزارش داشتیم. آیا فکر میکنید با پوزش با حد تقلب صورت گرفته باشه که نتیجه انتخابات تغییر بده و تعیین کننده باشه دستبرد و تقلب؟ یک مورد است. تقلب صورت گرفته ولی تقلب سیستماتیک صورت نگرفته. خیلی خوب. حالا که وقت سیستماتیک صورت نگرفته، این عدم سیستماتیک تعیین کننده هست یا نیست؟ اجازه بدید. تقلب صورت گرفته و اگر به تقلب رسیدگی صورت نگیره، شناسایی نشد، رای پاک ناپاک، من فکر میکنم بازم تاثیرات منفی بالای پروسه میتونه داشته باشه. چهار مورد بسیار مشخص. میگذاریم از موارد کوچکی که ما در 34 ولایت افغانستان نظارت کردیم. یک، پر کردن صندوق. دو، تمام شدن آرا یا ابراق رایدهی در محلات. سه، اجازه ندادن ناظرین در محلات. چهار، وادار شدن، یعنی وادار ساختن رایدهی توسط یک تعداد که به نفع کاندید مشخص رای بده. این چالش ها مربوط به نقطه مشخص استثنایی بوده یا در سراسر افغانستان با این چالش مواجه شدن؟ ببین، من میتونم خیلی مشخص بگم، در بیشتر از 13 ولایت اوراق رایدهی در تعداد از مراکز تمام شده. پر کردن صندوق ها در بسیاری از ولایت صورت گرفته ولی نه در تمام مراکز. اجازه ندادن ناظرین از جمله چالشی بوده که در بیشتر از 15 ولایت صورت گرفته. و وادار ساختن رای دهندگان که به نفع کاندید مشخص رای بده در بسیاری از محلات صورت گرفته. اینا از جمله مشکلات بزرگی بودند که ما در گزارش خودشناسایی کردیم و برای کمیسیون های مربوطه ارائه کردیم که بهش رسیدگی صورت بگیره. بسی جا نیست که تقلب گسترده صورت گرفته یا تقلب بسیار کوچک صورت گرفته. بسی است که به خاطر شفافیت پروسه، کوچکترین تقلبی که صورت گرفته باید بهش رسیدگی صورت بگیره تا اعتماد سازی شه و آنچه که بینوان نتیجه ایجاد میشه از کارکردهای کمیسیون مورد پذیرش همه قرار بگیره. اما این تقلب شما شرکت سیستماتیک نبوده؟ به هر حال تقلب در کل سیستماتیک نبوده و انتخابات 2014 در مقایسه با انتخابات 2009 شفاف تر بوده. سپاس خانم صدیقی. با توجه به این که کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی همچنان اعلام کردند که آرایی که باطل شده متعلق به 32 محل و 42 مرکز رای‌گیری میشه، با توجه به این آمار چقدر فکر میکنید که واقعا این نکته خوشبینانه باشه و قابل اقناع و مورد اقناع نهادها و همچنان ستاد شما قرار بگیره؟ برای ما خود 100% مار قانی نمیسازه، به خاطر از اینکه دو چیزی که بسیار زیاد یعنی آزاردهنده بود. یکی که مثلا کمیسیون انتخابات گفت وقتی که ما دفعه اول متوجه شدیم که کی نفر اول دو سه است، باز بعد از اینکه کسایی که پشت سر بودن ما که از اونها هیچ علاقه مندی نداشتیم، به خاطر از اینکه این یکی از مشکلات. و مشکل دوم متاسفانه امیست که
چطور ما نتانستیم که فرزن و نمو خود سیستماتیک بودنش و یایی که مثلا امی که تقلب میشه تقلب چه رقم جلوش باید میگرفتن باید نمی اجازه نمیدادن که یعنی خطرش برای دیگران میرسید که از او جمله ما و دوستای دیگه هم است. سپاسگزار هستم خانم صفیه صدیقی معاون هدایت امین ارسال و همچنان آقای ایوب زاده مسئول نهاد تیفا از حضور شما خیلی ممنونم. ممنون که شما بیننده برنامه بودید. تا فرصت دیگر بدرود.